با سلام خدمت همه عزیزان لطفی هستم عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس دوره های آیلز و توفل و مکالمه در خدمت شما عزیزان و فراگیران عزیز هستم با تدریس کتاب انگلیش با این یوز انتشارات کمبریج ویراست سوم و درس دوازدهم درس دوازدهم از اون جهت که به فضای داخل خونه میپردازه و اتاقهای مختلف و واژگانی که در اتاقهای مختلف ما استفاده میکنیم رو بررسی میکنه درس بسیار حائز اهمیتی است In the bedroom and bathroom Bedroom and bathroom Bedroom اتاق خواب Bathroom همون In the bedroom and bathroom میخوام ببینیم که در اتاق خواب و در هموم ما با چه اشیایی رو برو میشیم و چه کلماتی رو باسی به کار ببریم خب چون این درس هم از همه چیز مهمتر تلفظش واقعا مد نظر فراگیران عزیز میشنن در منزل یا هر جای دیگه که هستن بعد از من با صدای بلند تکرار کنن تاکید میکنم که با صدای بلند چرا که باز شدن قفل زبانی و سپیکینگ با سایلنت ریدینگ یا خانش به قول معروف به غیر صدای بلند جواب نمیده برای ما با باید با صدای بلند تمرین کنیم و اینا رو تکرار کنیم که به قول برای قفل زبانی باز بشه و توپق نزنیم موقع سپیکینگمون برای این ریپید آفتر می لطفا بعد من تکرار کنید این کلمات رو بدروم 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 یعنی اتاق خواب بد بد رخت خواب تخت خواب بد ساید لامپ بد ساید لامپ آباجور alarm clock alarm clock alarm clock Pijamas, pajamas pajamas استرس روی ج هست تکی است روی ج هست pajamas pajama dressing table dressing table حالا میزی که هم میزارش میتونیم بهش بگیم و به همین که میزی که آدم روش رو تو میزنه و کاربوت های مختلفی داره این table چست of drawers Chest of drawers اگر یادتون باشه ما در سای قبل کلمه چست رو داشتیم که به معنی قفصی سینه بود اینجا چست of دروز همون دراور یا کشو چست of دروز Mirror Mirror آینه Mirror Wardrobe 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 کمود لباس wardrobe bedside table bedside table حالا اصلی میگیم اون میزی کناری رخص خواب هم بهش میگیم bedside table comb comb قرارگیران عزیز توجه داشته باشید که اینجا بی تلفظ نمیشه و به اصطلاح سایلنس هستش برای این میگیم کوم هیر هر براش هم به معنی شونه و بروس هستش سلاید بعد باثروم حالا بریم داخل واژگانی که در همام, همام. Soap. Soap. به کار میبریم باثروم همام سوپ سوپ به معنی صابون خیلی دقت کنیم که با سوپ قاطی نکنیم سوپ S O U P هستش تلفظش هم قشنگ سوپه ولی این سوپ به معنی صابون توث پیست توث پیست خمیر دندان در قبل داشتیم که توث به معنی دندان بود پیست هم خب خیلی دیدیم که کپی پیست ما داریم یعنی چسبوندن توث پیست اون چیزی که به دندون میچسبه و برای آن بهش میگیم خمیر دندون توث پیست توث براش مسواک شلف شلف بازم در قبلشیم قبل داشتیم که شلف قفصه بود شاور شاور به معنی دوش هستش شاور ما در آینده درسی بعد خواهیم دید که تک شاور یک اصطلاح یعنی دوش گرفتن اما فعلا خود دوش رو یاد بگیریم شاور بعد من تکرار کنید شامپو شامپو که مشخص معنیش شامپو شاور جل شاور جل razor razor جیلت ما بهش میگیم razor تو درس مربوط به لوازم مدرسه هست باز همون کلمه ریزر رو داریم که اونجا معنی پاکون هستش razor خب eraser 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 هم داریم برای پاکون حالا razor که جیلت هستش toilet toilet basin بیسین روشویی بیسین تاول حوله تاول تاول خب بریم اسلاید بعدی اماز روتین خب حالا ما کلماتی رو در خصوص اتاق خواب و همون ماشتا شدیم حالا اصطلاحاتی رو که درباره کارهای روزمره هست میخوایم توی این اسلاید و اسلاید بعد مرور کنیم اما goes to bed at 11 o'clock. اما میره به رخت خواب در ساعت 11. حالا در سایه بعد ما باز بیشتر بحث میکنیم که برای بیان کارهای روزمره ما از زمان حال ساده استفاده میکنیم. الان تمامی کارهای روزمره اما رو ما میبینیم که goes, gets, goes. و سلایت های بعد هم خواهیم بید که از زمان حال ساده استفاده میشه. حالا عجله نکنیم. اونا رو هم با امید خدا تدریس خواهیم کرد اما goes to bed at 11 o'clock اما به رخت میره ساعت 11 she goes upstairs to her bedroom she goes upstairs to her bedroom او upstairs از پله ها بالا میره میره طبقه بالا تو her bedroom نشون میده که اتاق خواب شبقه بالا هستش goes upstairs to her bedroom she gets dressed. او لباساش رو در میاره پس در آوردن لباس میشه to get undressed حالا چون she has فایل she gets undressed and gets into bed او لباساش رو در میاره و به رخت خواب میره she gets undressed and goes and gets into bed به رخت خواب رفتن gets into bed she reads for a bit او reads میخواند she reads for a bit یه خورده هم مطالعه میکنه یه خورده هم می‌خونه She reads for a bit حتما تکرار کنیم بعد من She has a shower She has a shower ما سویدی قبل داشتیم که shower به معنی دوش بود حالا تو اینجا ما میبینیم که دوش گرفتن همون از اون همون کلمه استفاده میکنیم She has a shower او یه دوش میگیره She cleans her teeth she has a tower and cleans her teeth و دندوناش رو تمیز میکنه cleans her teeth teeth جمع tooth هست در های دو داشتیم که tooth به معنی دندون بود و teeth جمع tooth بود she goes downstairs she goes downstairs او میاد پایین از پله ها میاد پایین to the kitchen for breakfast سعی میکنیم که تک تک جملات رو خیلی آروم و شمرده برای شما بخونیم که برای کسانی که این دقیقه رو دارن میخونن صفر شروع کنن هم کاملا آسون باشه She goes downstairs او میره پایین, میره پایین to the kitchen باش بسخونه for breakfast برای صبحانه breakfast breakfast break, break. یعنی شکستن فاست یعنی روزه گرفتن در اصل بریک فاست بوده یعنی شکستن روزه که میشه بریکفست صبحانه بریکفست اسلاید بعد شی ترنز آف د لایت او لامپ رو خاموش میکنه شی ترنز آف د لایت لامپ رو خاموش میکنه یا چراغ رو خاموش میکنه and falls sleep پس خوابیدن میشه چی تو فال اسلیپ تکرار کنید she turns off the light she turns off the light and falls asleep و میخوابه she wakes up او بلند میشه او بیدار میشه when her alarm clock rings A ring یعنی زنگ زدن alarm clock داشتیم بالا ساعت شمات داره ساعتی که زنگ میزنه she wakes up او بلند میشه بیدار میشه when her alarm clock rings وقتی که ساعتش رینگز زنگ میزنه She gets up او برمیخیزد حالا بازم اینجا یک نکته بازم هست ببینید سلاید قبلی Wake up معنی بیدار شدنه این خانم الان بیدار شده میبینیم اینجا اما اینجا She gets up برخواستن از رخت خواب پس wake up یعنی بیدار شدن ولی get up یعنی برخواستن از رخت خواب اتمال یک نفر ویک بکنه مثلا ساعت هفت بیدار شه ولی تا ساعت هفت و نیم get up نکنه و از رخت خواب بلند نشه and get dressed و لباس می پوشه get dressed یعنی لباس پوشیدن سلیده قبلی داشتیم که get on یعنی در آوردن لباس خب اینا رو هم گفتیم خب درس دوازده تموم شد امیدوارم که از این های کوتاه خوشتون اومده باشه اگه خوشتون اومده حتما لایک کنید سابسکرایب کنید کامنتتون فراموش نشه هر کدوم از این اعمال روزمره رو از قبیل بیدار شدن برخواستن از رفت خواب مسواک زدن رو اگه بلد هستید و به کار بر توی حتما توی کامنت ها بنویسید و هر چیزی هم که بلد نیستید رو توی کامنت بنویسید که ما برای شما معنیش رو بنویسیم روزتون خوش و موفق باشید